در ارتباط با این خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا علیرضا چه اطلاعات بیشتری از سفر رئیس جمهوری ویتنام به چین و امضای چهارده سند همکاری میانی دو کشور داریم سیما روز دوشنبه 19 اوت برابر با 29 مرداد ماه در جریان سفر آقای تولام رئیس جمهور ویتنام به چین که اولین سفر خارجی آقای از زمان انتخاب شدنش به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنامه رو اصلای جمهور دو کشور 14 سند همکاری میان یکدیگر در حوزه های مانند زیرساختها و خدمات ریلی، صنعت رسانه، محصولات کشاورزی، خدمات اجتماعی و معیشتی، مراقبت های بهداشتی و بانکداری به امزار رسوندند آی شی پینگ رئیس جمهور چین با اشاره به دوستی عمیق میان ویتنام و چین و اینکه هانوی اولویت دیپلماسی و سیاست همسایگی پکنه گفت که چین و ویتنام به عنوان دو حزب کمونیست حاکم در جهان امروز باید دوستی سنتی خودشون رو ادامه بدن و به طور مشترک توسعه آرمان سوسیالیستی جهان رو ترویج کنند آیلام هم به رئیس جمهور چین گفت که سفر سه روزه او به پکن نشون میده که دولت ویتنام همیشه برای روابط با چین اهمیت زیادی قائله و اون رو یک انتخاب استراتژیک و اولویت اصلی سیاست خارجی ویتنام میدونه رئیس جمهور ویتنام گفت که کشورش از ادعای چین درباره تایوان یعنی سیاست اصل چین واحد حمایت میکنه و هر موضوعی مرتبط با هنگ کنگ و مناطق تبت و سینکیانگ به امور داخلی چین مربوط میشه همچنین دولت ویتنام اعلام کرده که رهبران دو کشور در جریان این دیدار با تقویت روابط دفاعی و امنیتی میان یکدیگر هم موافقت کردند در روز دوشنبه آقای لیچیان نخست وزیر چین هم با آقای الام رئیس جمهور ویتنام ملاقات کرد و در جریان این دیدار اعلام کرد که پکن آماده است و همکاری های دو جانبی سودمند میان دو کشور را تقویت بکنه و در جهت تعمیق اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی میان دو کشور حرکت بکنه سفر سه روزه آقای لام به چین حدود دو هفته بعد از تایید او به عنوان دبیر کل حزب کمونیست ویتنام سمت عالی سیاسی در این کشور انجام میشه آی تولام جانشین گوینگ شد که ماه گذشته میلادی بعد از 13 سال رهبری ویتنام در سن 80 سالگی درگذشت. آی لام سفر خودش به چین رو در روز یک شب از گوانگجو و بازدید از یک مرکز بزرگ تولید و صادرات در نزدیکی هنگ کنگ آغاز کرد ویتنام و چین بارها بر سر سرزمینی که هر دو در, در دریای پر مناقشه چین جنوبی دای مالکیت دارن با هم درگیر شدن با این حال چین بزرگترین شد تجاری ویتنامه و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته میلادی در حدود 172 میلیارد دلار بوده. ممنون از توضیحاتت. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا.